ما یک اصلی رو که همیشه تاکید میکنیم که قرآن کریم رو بیم ما اصل قرار بدیم برای وحدت بین شیعه و سنی. من حرف ملاهای ما رو بذارید کنار، حرف آخوندهای شما رو هم بذارید کنار، بیایید در قرآن رو من سنی و تو شیعه در یک جو دوستانه، برادرانه، مملو از اخوت، اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که در پی حق باشیم، نه اینکه بخوایم که توهین بکنیم، اهانت بکنیم به هم دیگه، مثلا بگیم آ من تونستم تو رو مثلا ساکت بکنم، این نیست. ما بیاییم با اخلاق، با متانت، با صبر، با حوصله با هم دیگه بحث بکنیم و اصل رو قرآن قرار بدیم، اصل رو سنت صحیح پیامبر قرار بدیم، اصل رو به اصطلاح اون اقوال صحیح اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدیم. مثلا من میام میگم بابا حضرت علی میگه که توسل به این چیزها بکنید، آخوند میاد میگه نه به اینو توسل نکنید، شما برید به امام رضا توسل بکنید. هدف چیه میدونید؟ هدف اینه که شما بلند شید از شهرتون برید اونجا در امام رضا، یک چند تومانی هم بندازید اونجا، بعد آخر سال این آستان قدس رضوی بیاد و این پولا رو جمع بکنه، بعد این آخونده برای خودشون ساختمون بخرن، آپارتمان بخرن، ماشین لوکس بخرن، فرزندانشون در اروپا آمریکا برای عیاشی برن، خودشون زندگی آنچنانی داشته باشن. به خاطر همین دارن تشویق میکنن، چون از این از اهل بیت دکان درست کردن، به نام اهل بیت دکان باز کردن. هدفشون این است، هدفی نیست که والله شما رو بخوام ببرم به جنت، میگم به جهنم، آقا خدا کنه که همه بشر برن به جهنم، به جیب ما پر بشه. اینها برای خودشون دکان باز کردن. الان مثلا من یک مطلبی رو اینجا در لابلای صحبت دوست عزیزمون که داشت صحبت میکرد، من یک مطلبی رو اینجا باز کردم خدمت شما عزیزان میخوام نشون بدم. اینجا این رو دوستان اگر داشته باشن، این رو، این کتاب نهج البلاغه است و اینم شناسنامش و اینم به اصطلاح کلام 228. در اینجا آورده، در اینجا گفته که این به اصطلاح این مطلبی رو که حضرت علی فرمودن در مورد یکی از در مورد سلمان فارسی. حالا بیدن نص فارسی شما برای شما بخونم. این رو گفته که ترجمه خطبه 228 در تعریف سلمان فارسی که قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت. نوشته خدا او را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر داد که کجی ها را راست و بیماری ها را درمان و سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاک و عیبی اندک درگذشت، به نیکی های دنیا رسیده و از بدی های آن رهایی یافت، وظایف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد و چنان که باید از کیفر الهی می ترسید خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت. خب این جملات را تاکید بکنید، نکته مهمی رو میخوام اینجا خدمتون بیان بکنم. خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت که نه گمراه راه خیش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. الان اومدن در الان من خدمت شما نشون بدم که در کدوم سال این کتاب چاپ شده. دوستان ببینید، این کتاب رو در بهار سال 1380 این رو چاپ کردن. در این کتاب اومدن این رو تحریف کردن، در حالی که اینجا این ویژگی های سلمان فارسی نیست، این ویژگی های عمر ابن خطاب است. در نسخه اصلی نهج البلاغه این ویژگی ها برای عمر ابن خطاب ذکر شده رضی الله تعالی عنه، و لحظات پیش یک برادر بیننده ای همین به اصطلاح حدیث حضرت علی اشارت کردن. خب سلمان فارسی کسی نبود که مثلا حضرت علی بگه که خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت، یعنی این اشاره به کسی است که زعامت و رهبری مسلمان ها را به عهده داشت که نه گمراه راه خیش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. خب سلمان فارسی همچین جایگاهی نداشت که جایگاه رهبر باشه، مرشد باشه، یک خلیفه باشه، امام باشه. این بحث اینجا از یک شخصیت مهمی است. الان ببینید که در یکی از علمای گذشته شیعه این رو در کتاب خودش من خدمت شما نشون بدم، محمد جواد مغنیه، این رو در اینجا ببینید که چگونه بیان میکنه همین روایت رو. خب لله بلاء فلان
در اینجا میگه که این همین دقیقاً، حالا وقت کم است، من نص عربیشو نمیخونم، وقتمون به پایان رسیده. بعد میگه که اینجا مراد به فلان کی است؟ ابوبکر است. و همچنین گفتن که عمر هست و او و اشهر، و این که عمر هست این مشهورتر است. خوب دقت بکنید، این رو محمد جواد مغنیه در جلد سوم شرح نهج البلاغه دارالعلم در بیروت این رو چاپ کرده، فی ظلال نهج البلاغه، در اینجا میگه که آقا این ابوبکر است و یا عمر است، و عمر بودنش یعنی مشهورتر است. آقایون اومدن، آخوندها در الان اومدن به خاطر بغض و کینه و عداوتی که با اصحاب پیامبر دارن، این عمر رو خط زدن، گفتن نه خیر، این سلمان فارسی است. حتی سخنان عزت علی رو به خاطر ایجاد عداوت و دشمنی در بین مسلمان ها دارن تحریف میکنن. این وضعیت این هاست. به پایان برنامه رسیدیم. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی وحدت حقیقی و واقعی رو بین همه مسلمانان، همه اهل سنت و شیعیان و همه اطیاف مختلف اسلامی ایجاد بکنه که اساس و پایه آن قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه.